عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کمله کردستان ایران، مهمان این بخش از برنامه هستند. آقای مهتدی، خیلی خوش آمدید. آقای مهتدی، وقتی که خبر مرگ آقای رئیسی منتشر شد، بسیاری از مردم شادمانی کردند، در منطقه کردنشین آتش بازی کردند. برای شخص شما، برای کردها، مرگ رئیسی چه معنی داره؟ همطور که همه میدونن، رئیسی در کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی مستقیماً دخالت داشته و تأثیر گذاری داشته و در موضع تصمیم گیری بوده. در دوره‌ای که قاضی و یا رئیس قوه قضاییه بوده، شدیدترین احکام اعدام را صادر کرده و در سرکوب‌ها به عنوان رئیس جمهور مسئول در سرکوب‌های مختلفی که تو این دوره شد، به خصوص در دوره جنبش زن زندگی آزادی. بنابراین به عنوان یک قاتل مردم ایران، قاتل جوانای ایران، به خصوص قاتل جوانای کردستان شناخته میشه و طبیعیه که مردم از مرگش خوشحال بشن. اینکه چه عواقب و تأثیراتی داره بحث دیگری است، ولی در حافظه مردم به عنوان یکی از جانیانی که بر مردم ایران حکومت میکنه شناخته میشه. این چیزی که در دو سه روز گذشته شما از اخبار دریافت کردید، برداشتتون هست که سانحه بوده مرگ رئیسی یا یک اتفاقی، یک سوء در واقع قصدی بوده، یک توطئه‌ای بوده با منشأ داخلی یا خارجی؟ شما برداشتتون چه هست؟ هنوز نمیشه چیزی گفت، برای اینکه تحقیقات کافی انجام نگرفته. ضد نقیض‌های فراوانی که منابع خود جمهوری اسلامی از خودشون نشون دادن تو گفتگوهای مختلفشون، این تناقض‌گویی‌ها، ابهام‌ها، سوال‌های مختلفی که هنوز پاسخ داده نشده، به طور طبیعی افکار رو به این سمت می‌بره که فکر کنن دسیسه‌ای در کار بوده، نه یک حادثه بلکه یک دسیسه در کار بوده. ضمناً حکومت‌های دیکتاتوری اگر راست هم بگن مردم باور نمی‌کنن به قدری دروغ گفتن، ولی در این مورد فکر می‌کنم ابهامات بیش از اونه که بشه به سادگی به یک سانحه نسبتش داد، ولی هنوز به طور کامل معلوم نیست. اون چه که مسلمه، باندهایی که در درون حاکمیت وجود دارند با توجه به سرشت مافیایی این رژیم و باندبازی‌هایی که هست همیشه زنها به طرف این میره که کسانی از داخل دست داشتن. من احتمال خارجی هم گرچه نمیشه منتفی کرد، هنوز معلوم نیست، اون رو احتمال رو کمتر میدونم، دست خارجی رو. ولی اگه قرار باشه دسیسه ای تو کار بوده باشه و این ابهامات بره همین به وجود اومده باشه، این تناقض‌گویی ها محصول این دسیسه باشه که نتونن توضیح روشنی براش بدن، در اون صورت به نظر من میشه به باندهای مافیایی داخلی، به جناهای مختلف، به کسایی که منتفع میشن از این مرگ نسبتش داد. و بار اول هم نیست که جمهوری اسلامی همینی که اغلب بریم در مورد مرگ هاشمی رفسنجانی هم همین بحثا به اشکال دیگری مطرح شد و خیلی ابتدا بریم از زبان احمد خمینی. بله، همینطور بود. بله. بله. اگر این تصور رو بپذیریم که این سناریویی که گفتن رئیسی رو آورده بودن برای اینکه برای جانشینی رهبری مد نظرشون باشه، یا نپذیریم، در هر دو حالتش مرگ رئیسی فکر میکنید روی اون پروژه جانشینی برای خامنه‌ای تأثیر میگذاره؟ تصور نمیکنم. من از اطلاعات خاصی از درون بیت رهبری ندارم، ولی تصور نمی کنم در قصد و تمایل و برنامه اونها برای به رهبری رسوندن مجتبی خامنه‌ای تأثیری بذاره. ممکنه روال کار رو کمی مجبور باشن تغییر بدن، سناریو رو کمی دستکاری بکنند با توجه به مرگ رئیسی، ولی فکر می کنم در این تصمیم کلی و اساسی که آقای مجتبی خامنه‌ای رو بیارن سر کار، فکر نمی‌کنم در اون تأثیری داشته باشه. شما بیش از 14 هست که اپوزیسیون جمهوری اسلامی بودید. مرگ رئیسی آیا فرصتی برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایجاد کرده؟ و اگه ایجاد کرده چگونه میشه از این فرصت استفاده کرد؟ ببینید، تا
توطئه و دسیسه بوده باشه یا یک سانحه اتفاقی بوده باشه، در هر صورت چیزی که تو چشم میزنه ناکارآمدی، بی کفایتی، بی ارزی، نظم، بی نظمی، ببخشید، شلختگی کاملیه که تو این کار وجود داشت. این دولتیه، این رژیمیه که تو ایران بر سر کار، این رژیم استحقاق و شایستگی این که بر مردم ایران حکومت کنه رو نداره، مدت هاست از دست داده. شما نگاه نکنید به این که چند ده ها هزار نفری رو میارن خیابون، خب بالاخره از 80 و چند میلیون همیشه یه تعدادی با رژیم هستن، یه چند درصدی با خودش داره. دور دوم انتخابات مجلس حدود 7% نسبت شرکت کنندگان در انتخابات بوده. بعد دو سال پیش، یه سال و نیم پیش که ما جنبش ژینا رو داشتیم که ارکان نظام جمهوری اسلامی رو به لرزه در آورد، درسته به یه انقلاب تبدیل نشد ولی یه اعتراض خیلی بزرگ و بی سابقه بود در جمهوری اسلامی و در مشروعیت زدائی داخلی و بین المللی از این رژیم نقش بزرگ و اساسی بازی کرد، در ایجاد همبستگی نقش اساسی بازی کرد در بین بخشای مختلف مردم ایران. اینا رو من از این نظر میگم که بگم شرایط برای اینکه اپوزیسیون بتونه استفاده کنه حتی بدون این حادثه هم وجود داشت. وقتی میگه اپوزیسیون بتونه استفاده کنه، بخش خود شما هم بخشی از این اپوزیسیون هستید. چطور میشه استفاده کرد؟ چون این انتقاد وجود داره که اپوزیسیون همیشه عقب بوده، اپوزیسیون هیچ موقع آماده نبوده. انتقاد به جایه. اتفاقی رخ میده و اپوزیسیون در واقع نظاره‌گر، بعد به فکر میافتن که چه کار میشه کرد. یعنی این آمادگی وجود نداره که از این بحران ها اپوزیسیون چگونه میتونه استفاده بکنه. ایراد واردی است. من اولا بگم اپوزیسیون فقط به عده خارج کشوری محدود نمی‌کنم. من به جنبش‌های بزرگ اجتماعی و مدنی، به جنبش‌های اعتراضی، به جنبش‌های کارگری، به معلمان، به مالباختگان، به کردها، به بلوچ‌ها، به همه مردم ایران، به زندانیان سیاسی، به دانشجویان، به نهادهای مدنی، اینها رو من در نظر میگیرم. ولی دیوار چینی هم قائل نیستم بین داخل و خارج. خب کسایی که خارجن و احزاب سیاسی که مثل ما ستادشون در خارج، ستاد رهبریشون، ولی بدنه اصلیشون در داخل جامعه ایرانه، در داخل کردستان ایرانه، من نظر به همه اینا دارم. ما به یک ائتلاف بزرگ، به یک اتحاد بزرگ نیاز داریم. ما باسی یک اصل رو بپذیریم که هیچ کس به تنهایی نمیتونه این رژیم رو بندازه، هیچ بخشی به تنهایی نمیتونه، از جمله ما، خود ما کردا، با وجود اینکه 40 و چند سال از همون ابتدا ما مخالف بر سر کار آمدن این رژیم بودیم، رفراندومش رو رأی ندادیم بهش و در مقابلش ایستادگی کردیم مدت‌ها به تنهایی، بعد هم در همراهی با بقیه مردم ایران، خود ما هم نمیتونیم به تنهایی این رژیم رو بندازیم. این انداختن احتیاج به همکاری داره. برای این کار بایستی ما این تصور رو بذاریم کنار که هر یا به تنهایی میتونیم این کار رو بکنیم و یا با هژمونی و سلطه بر دیگران میتونیم این کار رو بکنیم. تنوع و تکثر پیام اصلی بود. همبستگی در عین تنوع و تکثر به نظر من اون پیامی بود که ما جنبش زن زندگی آزادی به ما داد. ما باید در این راه تلاش کنیم. آقای مدیر، وقت اندکی داریم. آقای سودانی اومدش برای مراسم خاکسپاری رئیسی برای ادای احترام با آقای خامنه‌ای دیدار کرد. آقای بارزانی چندی پیش رفت و به عنوان شرفیابی ازش اسم برد. به نظر میاد فشارهایی بر حزب خود شما الان اعمال میشه برای خلع سلاح. فکر میکنید با رفتن رئیسی سیاست‌های میلیتاریستی نظامی سپاه در واقع بیشتر خواهد شد و آیا شما به خلع سلاح تن میدید؟ این فشارها از مدت‌ها پیش بوده. هنوز زوده بگیم آیا مرگ رئیسی تأثیری داره یا نه. بعید میدونم تأثیری داشته باشه. این فشارها بوده و هست. ما در مقابل این فشارها مقاومت کردیم و ایستادگی کردیم و اتفاقا احزاب کرد در این حداقل در خیلی زمینه‌ها، ولی از جمله به خصوص در این زمینه سیاست متحدی داشتیم. زیر بار خلع سلاح هم نمی‌ریم، ولی برای اینکه این برای امنیت ما لازمه، برای اینکه افراد ما اونجان، خانواده های ما اونجان، و شما یک لحظه اونا رو بی دفاع بذارید با کشتار دست جمعی اونا و با ولی عقب نشینی های کردید. ما در حدی که کاملا نشون بدیم که ادعاهای جمهوری اسلامی دروغ، کذب محض و
کار مسلحانه ای صورت نمیگیره از طرف ما، بله این کارو کردیم و تعهد خودمون هم روش هستیم، ولی کن خل سلاح چیز دیگه ایست که عملی نیست. سپاسگزارم از شما عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کمله کردستان ایران.